بیندای ارجمند تلویزیون سیمای افغانستان در تلویزیون جهانی نور، گزارشات امروز شما شنیدین که اعضای مجلس اولسی جرگه امروز نارضایتی خود از مذاکره که در عربستان سعودی که بعضی او را رسمی و بعضی او را غیر رسمی میدانند ابراز کردند. و ما برای روشن شدن بیشتر موضوع امیل لحظه جناب محترم میرویس یاسینی لین تلفن داریم که از اعضای پارلمان افغانستان هستند و دوست داریم که از ایشان معلومات بگیریم. جناب یاسینی، برای شما به نمایندگی از تلویزیون سیمای افغانستان سلام تقدیم میکنیم. زنده باشین و شما سلام. برای بیننده های شبکه تلویزیون شما سلام های گرم و صمیمانه. سلامت باشین. جناب سیس، ما امروز گزارشاتی که تعقیب کردیم تقریبا در مجلس سمت فیصله شد که مذاکرات به طور غیر علنی صورت گرفته، یعنی در تماس با پارلمان و دیگر مقامات افغانی صورت نگرفته. در این رابطه اگر محبت کنین یک توضیح برای بیننده گرامی ما بتین. ما خدمتتان عرض کنم که امروز وکیل صاحبا نمایندگان ملت در لوسی جرگه ابراز نارضایتی با موضوعی که چون پارلمان موجودیت داره و پارلمان من حیث یک ارگان تقنینی که قانون اساسی برایشان وظایف خاص سپرده و یکی از کارهای اساسی که پارلمان باید داشته باشد نظارت از اعمال و از کردار و از پالیسی های حکومت است، چون عمیقا مربوط به پالیسی صحبت هایی که بین طالبا و حکومت پاکستان و حکومت افغانستان صورت گرفته پارلمان افغانستان در جریان نبوده. ابراز نارضایتی از خاطر کسیم که باید در جریان می بود تا که بعد هم که قضیه را ما می فهمیدیم اعضای پارلمان و یا با حکومت مشوره می دادیم. فقط یعنی با اصل محتوی نارضایتی نبود که شده این کار شوه نشوه، کار شده کار بهتر است، لیکن مسئله تا به حدی در پارلمان مورد بحث و قرار گرفت که وکیل صاحب نارضایتی خود نشان دادن که چرا پارلمان در جریان این مذاکرات هیچ خبر نشد. خب فیصله چی شد جناب یاسینی صاحب؟ فیصله این شد که یکی از اعضای حکومت تلبیسته شوه و با پارلمان با هیئت اداری اولا و بعدا به جلسه، اگر هیئت اداری و کمیته رؤسا که متشکل از 18 کمیسیون یا رؤسای 18 کمیسیون هست توضیحات بده، اگر قانی نبود به جلسه فرا خوانده شود تا توضیح بیشتر ارائه کند. جناب یاسینی، یکی از مشکلات حتی اگر مذاکره هم صورت میگیره مشکلات همده در میان است. مثلا اگر این مذاکره صورت بگیره چقدر دولت افغانستان و پارلمان افغانستان صلاحیت دارن تا با مخالفین، مخصوصا با سرای مخالفین، اینا در دور یک میز مذاکره بشینن صحبت کنن، در حالی که بسیاری از اونها هنوز در لست سیای امریکا و جامعه جهانی قرار داره. ببینیم در یک اتحاد هستیم و در یک اتحاد و هماهنگی علیه تروریسم با جهان غرب مخصوصا با ایالات متحده امریکا و یک جانب قضیه شدیدشون پوشی کرده نمیتونیم، لیکن اینجا معانی وجود داره، معانی قانون اساسی که آیا طالبا مواد قانون اساسی ما شما را قبول داره یا نداره، یک مسئله اساسی هست. شوری ها زیاد است به عنوان که یک مسئله که فقط که چقدر ما صلاحیت داریم و نداریم، باید گفتگو شروع شود، یک نقطه باید گفتگو آغاز کنیم. شکیات و بود و طول و عرض مذاکرات همی بود که امروز ما از حکومت خواستیم که برای ما ببرسه تا که بفهمیم از حقایق و بعد از او پارلمان موقف خود ابراز کرده میتونه. معقول جناب یاسینی صاحب، اما در بعض موارد ما شاهد بودیم که وقتی که صدای مذاکره با مخالفین بلند شده، مثلا سال گذشته اگر شما باید داشته باشین وقتی از آقای حکمتیار، آقای کرزی نامبرد سفیر پولند واکنش سری نشان داد که آقای حکمتیار نمیتونه در مذاکره شامل شوه، و یا که واکنش ملل متحد در بعض موارد بوده است. اینا اگر این مذاکرات بین الافغانی شروع شوه یا در سر مساوی بعض کشورها شروع شوه و در پایان کار به نتیجه برسه و جامعه جهانی و در رأس امریکا بگه که اینا در لست سیای ماست، ما اینا قرار نمیتیم، آیا یک مذاکرات عبث و بیفایده نخواد بود؟ نهایتا باید
کسایی که بی‌دخل هستن به خانه شوه، مخصوصا کشورهایی که در شورای امنیت هست، چرا که لیستی که از طرف شورای امنیت صادر گردیده ما شما میفهمیم تا که یک روز بیادی هم ویتو کنه که باید لیست سفید نشوه یا فلان شخص که در لیست هستی را باید به لیست سفید انتقال نیاد. این مشکلات تکنیکی وجود داره، واقعا مشکلات هست، لیکن کار آسان نیست، پروسه طولانی و مغلق است. کشیدگی ها و بالا و پایان از خود در لابرات موجود است، لیکن بالاخره مجبور هستیم که یک مذاکرات باید شروع شود. من هیچ مذاکره ما خدمتتان عرض کردم که ما نمیفهمیم طول و عرض یعنی مذاکرات ها. تو بفهمیم باز ما نظر دادن میتونیم، لیکن من هیچ اصل بدون از مذاکره دیگه چاره ای نداریم. تشکر. ما امروز گزارش ها را تعقیب میکردم. جناب یاسینی سیب، آقای اکسپنتا امروز برای بار اول بعد از مدت ها سکوت در رابطه با آمدن آقای اکمتیار هم اعلان کردن که اونا میتونن بیان در پروسه صلح داخل شوند، که یعنی پارلمان افغانستان تو کدام رای مشخص را تاره بر دولت افغانستان پیش کردن که به اساس ازمو پیش برن و یک راه را بر پایان بحران در افغانستان انتخاب کنن، یا ای که خود سران دولت افغانستان خودشان تصمیم میگیرن و بدون مشوره با پارلمان؟ متاسفانه خدمت شما عرض شد که تا اول پارلمان هیچ گردیدیان نبوده و از این رو امروز ما درخواست کردیم بر حکومت پیشنهاد کردیم که ما را در دیدیان بگذاره تا که بفهمیم که مذاکرات چی طور آغاز شده، با کی آغاز شده، شرایطی کجا باید انعقاد یابد، تا چه اندازه در این پیشرفت صورت گرفته، پروگرس صورت گرفته، تا که پارلمان نظر خود در این مورد ارائه کنه. ما به وقت ضرورت داریم و سوال ما در جریان نبودیم رسما.